سلام تو این قسمت میخوایم به لایه های انیمیشن بپردازیم لایه های انیمیشن به ما کمک میکنند بدون اینکه بخوایم کار زیادی بکنیم و کلی وقت بذاریم انیمیشن هامونو متنوع تر یا طولانی تر کنیم به این کاراکتر نگاه کنید. یه انیمیشن نفس کشیدن عادی داره. میخوایم این انیمیشن رو چند بار دیگه تکرار کنیم ولی تو هر بار تکرار بهش تنوعی هم بدیم. اول میام بازه زمانی انیمیشنم رو طولانی تر میکنم. تا این انیمیشن توش چند بار تکرار بشه انیمیشن اولیه 36 فریمه زمان جدید رو 144 فریم میذارم که مذرب 36 باشه و انیمیشنمون وسطش قطع نشه حالا یه بار انیمیشنم رو پلی میکنم میبینید بعد از 36 فریم کاراکتر متوقف میشه چون کلیدهای انیمیشنش تموم شده اولین راه حلی که به ذهن ما میرسه اینه که کلیدهای انیمیشن قبلی رو چند بار کپی کنیم ولی این راه حل خوبی نیست چون نوار زمان یا تایملاینمون رو خیلی شلوغ میکنه به جاش میایم تمام کنترلرها رو انتخاب میکنیم وارد کرو ادیتور میشیم و توی صفحه‌ای که همه کروها یا نمودارهای انیمیشنمون رو میبینیم وارد بخش ادیت کنترلر اوت آف رنج تایپ میشیم و در اونجا تعیین میکنیم که وقتی کلیدهای انیمیشنمون تموم شدن چه اتفاقی بیفته آیا انیمیشن ثابت بمونه یا نه از اول شروع بشه حالا میبینید انیمیشن داره تکرار میشه بدون اینکه کلیدهاش رو کپی کرده باشیم این ویژگی رو تو تقریبا همه نرم افزارهای حرفه انیمیشن میتونید پیدا کنید حالا باید یه لایه جدید انیمیشن تعریف کنم اگه بخش انیمیشن لایر رو پیدا نکردید از بالا برید توی بخش انیمیشن و دکمه انیمیشن لایر رو بزنید تا پنلش باز بشه کنترلر هایی که میخوام ازشون استفاده کنم رو انتخاب میکنم و توی بخش انیمیشن لیر دکمه Enable انیم لیرز رو میزنم حالا از اون میپرسه که برای کدوم نوع کلید های انیمیشن میخوایم انیمیشن لیر رو فعال کنیم به همین صورت پوزیشن روتیشن و اسکیل میذاریم بمونه و اوکی رو میزنیم حالا با زدن این دکمه یه لایه انیمیشن اضافه میکنیم و کنترلر های دیفالت رو استفاده میکنیم چون اگه یادتون باشه قبلا رفتیم تو بخش کنترلر و اونا رو حالت لوپ در آوردیم ولی نمیخوایم این لایه حالت لوپ داشته باشه حالا شروع میکنم به انیمیت کردن کاراکتر میخوام یه جزئیات شبیه نگاه کردن به اطراف پلک زدن یا شبیه این بهش اضافه کنم البته حواسم هست که همه انیمیشن ها باید به حالت لوپ باشن یعنی آخر تایملاینمون همه چیز به حالت اولیه برگرده بعضی اوقات هم میخوام یه انیمیشن از یه زمان خاصی شروع بشه برای این کار با استفاده از کلید ست کی یه دونه کلید انیمیشن درست میکنم که حالت فعلی کاراکترم رو تثبیت میکنه حالا کلیدای بعدی انیمیشن رو درست میکنم اینجوری انیمیشن از اون زمانی که با کلید ستکی درست کردم شروع به حرکت میکنه حالا انیمیشن رو نگاه کنیم با این تکنیک تونستیم یه انیمیشن رو به انیمیشن قبلیمون اضافه کنیم ولی اگه از لایه های انیمیشن استفاده نمی کردیم احتمالا کلی کلید مزاحم وسط کارمون بود و دچار سردرگمی می شدیم راستی با بالا پایین کردن این عدد که کنار اسم لایه انیمیشنتون هست میتونید شدت لایه انیمیشنتون هم کم و زیاد کنید و حتی عدد منفی بهش بدید موفق باشید